از آنجایی که وضع اقتصادی عموم مردم ایران در دوران قاجاری بسیار بد بود و شاهزادگان و حاکمان چنان زندگی را بر مردم تنگ کرده بودند که هر خانواده اصطلاحاً در پی کم کردن نانخورهایش بود و طبق معمول دوره قاجار همواره قدرتمندان زنباره و هوسران بودند. بنابراین بهترین کالا برای بازپرداخت مالیات‌های سنگین مردم به دولت همین زن و دخترهایشان بود. دختران قوچان قربانیان از یاد رفته ی حکومت قاجار هستند. به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. غلام رضا خان اینانلو، ملقب به شهاب الملک و یا آصف الدوله، یکی از حاکمان بدنام و ظالم دوران قاجار که همواره نام او با ماجرای فروختن دختران قوچان پیوند خورده است. غلام رضا خان اینانلو فرزند حاج حسین خان نظام الدوله، یکی از دولت مردان دوره ناصرالدین شاه بود که در ابتدای جوانی به خدمت نظام در آمده بود. در سال 1252 هجری شمسی لقب شهاب الملک که از آن پدرش بود به وی اعطا شد و یک سال بعد از مرگ پدرش به حکومت کرمانشاه منصوب شد، ولی به دلیل محبوبیتش در میان قاجاریان سمتش به همین جا ختم نشد و پس از آن حاکم کرمان، طبرستان، خوزستان، فارس، مازندران و حتی تهران شد و در همین دوران بود که آصف الدوله لقب گرفت. در سال 1285 شمسی حاکم خراسان و متولی آستان قدس رضوی شد، اگرچه این آخرین سمت حکومتیش نبود و پس از آن به مقام وزارت هم رسید، ولی میتوان این دوره را ننگین ترین دوره حاکمیت اسفبارش دانست، تا جایی که مردم خراسان از رفتارهای ظالمانه‌اش به ستوه آمده بودند. دوره دوم حکومت آصف الدوله با شروع جنبش مشروطه همزمان شد. ناظم السلام کرمانی که از آزادی خواهان بنام و مشروطه خواه بود، در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان درباره آصف الدوله این گونه می نویسد: آصف الدوله شاه سوند شخصی بود که اظهار زهد و قدس می کرد. ریش نمی تراشید، مسکرات نمی نوشید، زیارت عاشورا می خواند، اما از جوانان بیریش بدش نمی آمد. آدم کشی می کرد، ظلم را بی نهایت می نمود، ولی نماز شب را ترک نمی کرد، اما در هر شب جماعتی را بی نان می گذاشت. تعقیب نماز را طول می داد، زیرا از اول نماز تا پایان آن یک بیچاره زیر چوب فلک فراش هایش جان می داد. تجارت می کرد، اما تجارت احتکار گندم. گندم را از قرار خرواری 2 تومان می خرید و از قرار خرواری 10 یا 20 تومان می فروخت، که گاهی هم در سایر اجناس از قبیل روغن، گوشت و غیره هم همین رفتار را داشت. و اما چیزی که بیش از همه مایه بی آبرویی آصف الدوله شد، داستان دختران قوچانی بود که یا پدران فقیرشان آنها را برای فراهم کردن مالیات‌های سنگین که توسط او وضع شده بود به ترکمانان فروختند، و یا ترکمانان خود به تحریک سردار مفخم حاکم بجنورد آنان را از خانواده‌هایشان ربودند و در عشق‌آباد و آن اطراف دست به فروش دختران ایرانی زدند. اهالی مشهد هم به عنوان اعتراض به تظاهرات پرداختند، اما با دستور آصف الدوله تفنگداران به آنها حمله کردند و عده زیادی را کشتند. ناظم السلام کرمانی در کتابش از این فاجعه اینگونه یاد می‌کند: حکایت قوچان را مگر نشنیده اید که پارسال زراعت به عمل نیامد و میبایست هر یک نفر مسلمان قوچانی سری گندم مالیات بدهد. چون نداشتند و کسی به داد آنها نرسید، حاکم آنجا 300 نفر دختر مسلمان را در عوض گندم مالیات گرفته و هر دختری را به ازای 12 من گندم محسوب و به ترکمانان فروخت. گویند بعضی از دختر بچه ها را در حالت خواب از مادرهایشان جدا می کردند، زیرا که بیچاره ها راضی به جدایی نبودند و شیون می کردند.
اگرچه فقر رعیت و ظلم حکومت و حتی دختر فروشی واقعه بی سابقه ای نبود، اما شرایط سیاسی زمان این دو حادثه را به سرعت تبدیل به یکی از داستانها علیه دولت کرد. فروش دختران قوچانی حکایتی همه جانبه شد، تا جایی که هم بین مردم دهان به دهان میچرخید، هم در کاریکاتورها و تصنیفهای سیاسی آن دوران تأثیر گذار بود. این بازگویی ها نه تنها به برانگیختن مردم علیه استبداد و پیوستن آنان به مشروط خواهان کمک کرد، بلکه باعث ایجاد فضای همدلی بین مردم شد. اهمیت ملی این داستان به جایی رسید که از نخستین ماه‌های تشکیل مجلس اول رسیدگی به ماجرای دختران قوچان یکی از موارد شکایت ملت علیه استبداد و یکی از راه‌های آفرینش قدرت ملی شد. در این دوره یکی از رهبران مشروطه آیت الله طباطبایی در نامه‌ای به مظفرالدین شاه چنین می‌نویسد: اعلیحضرتا، مملکت خراب، رعیت پریشان و گداست، تعدی حکام و مامورین بر مال و عرض و جان رعیت دراز، ظلم حکام و مامورین اندازه ندارد، از مال رعیت هر قدر میلشان اقتضا کند میبرند، قوه غضب و شهوتشان به هرچه میل حکم کند از زدن و کشتن و ناقص کردن اطاعت میکنند. در اندک زمان حکام از مال رعیت صاحب مکنت و ثروت شدند. پارسال دخترهای قوچانی را در عوض سر گندم مالیات که نداشتند بدهند گرفته، به ترکمانها و ارامنه اشقابات به قیمت گزاف بین 10 تا 100 تومان به ازای هر نفر فروختند. تعداد برده ها بین 250 تا 1000 نفر گزارش شده است. 10,000 قوچانی از ظلم به خاک روسیه فرار کردند. هزارها رعیت ایران از ظلم حکام و مامورین به ممالک خارج هجرت کرده و به حمالی و فلگی گذران می کند و در ذلت و خاری می میرند. این مسئله باعث شد که حتی پس از استقرار مشروطه و تشکیل مجلس، اعضای آن در صدد باشند که دختران به فروش رفته را بازگردانند. این احساسات جریحه دار شده حتی در روزنامه هایی چون سور اسرافیل منعکس می شد، تا آنجا که آصف الدوله که هرگز طی زندگی سیاسی خود اتهام همکاری با روس و انگلیس را نخورده بود، در محاکمه مشروطه از او به عنوان وطن فروش یاد می شود. در خراسان آصف الدوله از والیگری برکنار شد و با حقارت به تهران بازگردانده شد و این ماجرا اولین محاکمه قانونی دوره مشروطه به حساب می آید. البته تا یک هفته این محاکمه ها ادامه پیدا کرد و بعد با گذر زمان به دست فراموشی سپرده شد و نهایتاً آصف الدوله و سالار مفخم به حکمشان شکایت کردند و این پرونده هم مانند بسیاری از پرونده های آن دوران بی نتیجه ماند و نخستین سنگ کجی شد که در عدلیه کار گذاشتند. در پی این ماجراها تعداد کمی از این زنان و دختران به خانواده هایشان برگردانده شدند، اما اکثریت آنها هرگز پیدا نشدند. قربانیانی که در گذشته به صورت سیستماتیک و دست جمعی تحت ستم قرار گرفته اند، حداقل مستحق آنند که یاد و خاطره دردهایشان زنده نگه داشته شود. اما آیا امروز هموطنان، همزبانان و همکیشان خانواده های قوچانی از ستمی که بر آنها روا داشته شده آگاهی دارند؟ مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.